سلام، فمیم سخن هستم و خوشحالم که با اولین برنامه از مجموعه ای که فعلا براش اسمی در نظر نگرفتیم در خدمت شما هستم. امروز قرار بود که در خدمت آقایان دکتر نوریزاده و جناب مجتبی واحدی باشیم. متاسفانه جناب دکتر نوریزاده نتونستن فعلا تشریف بیارن، احتمالا به دلیل مسائل فنی، و من و جناب مجتبی واحدی در خدمت شما خواهیم بود. در این مجموع برنامه ها سعی میکنیم که درباره مسائل روز صحبت بکنیم. امروز تصمیم داریم درباره انتخابات ریاست جمهوری با شما سخن بگیم. از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری که در سال 58 بود، بهمن 58 بود و ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، تا امروز که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست و در سال 1400 خرداد 1400 قراره که تجدید انتخابات بشه. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب مجتبی واحدی، خوشحالم که در خدمت شما هستم. اگر برای شروع صحبتی دارید لطف کنید بفرمایید. سلام به شما و دوستانی که برنامه رو خواهند دید. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که برای دوستانی که وقت میگذارن مفید باشه و برای خود ما البته همچنین. من فقط یک با اجازه شما اصلاحیه بزنم، شاید چیزی که درست تر باشه اون که اون چی که مسمى بوده به انتخابات و اون کسی که ظاهرا اسمش رئیس جمهور بوده، چون نه انتخابات به معنای واقعی اگر حالا بخوایم منصفانه صحبت کنیم در پیش هست و نه کسی که انتخاب میشه رئیس جمهور هست. دقیقاً همینطوره، در همین باب صحبت خواهیم کرد. در ابتدا چون این به اصطلاح شروع رو شما فرمودید، از همین جا شروع میکنیم که در سال 1358 دقیقاً چند روز این برمونور، یک سال بعد از وقوع انقلاب، انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. میدونیم که انتخابات ریاست جمهوری در اسلام یا در قوانین اسلامی ما چنین چیزی نداریم. اینا خلیفه داریم، امام داریم و مسائلی از این قبیل. طبیعتاً ریاست جمهوری یک ترم جدید هست در سیاست نوین جهانی و اینکه اصرار داشت خمینی به اینکه جمهوری اسلامی رو جمهوری بنامه و برای جمهوری اسلامی رئیس جمهوری انتخاب بشه، فکر میکنم از اینجا ما شروع بکنیم تا برسیم به اینکه این انتخابات همشون از ابتدا تا امروز فرمایشی بوده، انتخابی در کار نبوده در اصل، تا به انتخابات 1400 برسیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، من تصور میکنم یکی از موفقیت های خمینی که این رو خودش هم اعتراف میکرد، گفتش که علتی که مردم به ما اقبال میکنن اینه که چیزی میگیم که مردم میپسندن. در واقع شناسایی ذائقه مردم بود. حالا یه مقداری این شناسایی ذائقه برمیگشت به اینکه تصوری که ایجاد شده بود بخشش هم حقیقت بود از وضعیت موجود اون زمان، زمانی که خمینی وارد انقلاب شد و تا حالا منتهی به بهمن 57. یک مقدارم نه، به هر حال از شناخت خواسته های آینده مردم استفاده کرد. دلیلش هم این بود که طیفی که حالا موسوم هستن به روحانیت یا امام سران، بیش از سایر اقشار با اقشار مختلف مردم سر کار دارن و ذائقه شناسیشون بد نیست. حالا هواشناسیشون که حتما خوبه، ذائقه شناسیشون هم بد نیست و تا حدود زیادی میتونستن تشخیص بدن. به همین جهت شاید شروعی که خمینی کرد، من از اینجا بخوام بگم، شروعی که خمینی کرد این بود که با استفاده از محبوبیت و کاریزمایی که داشت، اون چیزی رو که فکر خودش میخواست القا میکرد که از زبان مردم شنیده بشه یا به دست مردم انجام بشه یا در برگه های رأی مردم نوشته بشه. ببینید، انتخابات برگزار کرد و گفت من میگویم جمهوری اسلامی. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. مرحوم آیت الله شریف مدری اعتراض کردن، بعضی از ملی مذهبی ها اعتراض کردن، خیلی اعتراض کردن که آقا این که انتخاباتی که شما حتی در رفراندوم شیوه های مختلف رو پیشنهاد کنید مردم یکیشو بپذیرن. ایشون صرف وایساد چون میدونست که مردم حرفش گوش میکنن، یعنی کسی نمیتونه ادعا کنه. بله، من بارها در جاهای مختلف گفتم یقینا رقم 98.2% که اعلام کردن دروغ بود، ولی هیچ کس نمیتونه انکار کنه که درصد بسیار بالایی از مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. پس عملا چیزی که خمینی میخواست رو با قلم و امضای مردم در رفراندوم ازشون گرفت.
در انتخابات ریاست جمهوری اگرچه تکذیب کرد بعدها، ولی علائم و نشانه های بسیاری ارائه شد که ایشون رأیش به آقای بنی صدر. میگم حالا بعدا مشخص شد هم آقای دکتر بنی صدر با ایشون اختلاف دیدگاه داشتن یا دارن یا پیدا کردن، هم مشخص شد که آقای خمینی از بنی صدر و بنی صدرها و بازرگانها و بهشتی ها اینا چیزی میخواد که خودش میخواد، یعنی به هیچ وجه به استقلال رأی اونها احترام نمیذاره. اما من بحثم اینه که آقای خمینی این هنر رو داشت که چیزی که میخواست رو طوری جلوه بده که مردم این کار رو انجام بدن. به همین جهت هم رفراندوم جمهوری اسلامیش واقعی بود به یک معنا و غیر واقعی بود به یک معنا، اینکه یک نوع فضا سازی کرد، مردم رو مسخ کرد به نظر من. این اهانت به خود ما هم هست ولی یک واقعیتیه. بدون اینکه توجه کنند، من یادم میاد مسجد فاطمیه در میدان تسلیحات نارمک، من اونجا رفتم، من اون موقع سنم سن نبود که رأی بدم، خیلی حسرت می‌خوردم که چرا رأی ندادم. حالا احساس گناه کمتری می‌کنم که رأی ندادم، یکیش کمتر رأی دادم. ولی یادم میاد که واقعا فقط یک جوان که دقیقاً الان بعد از 42 سال چهره اون جوان تو ذهنمه، حالا جوان که میگم مثلا شاید یک آدمی که الان ما تصور می‌کنم 25 6 ساله‌ای بود، اومد اونجا در جلو همه رأی نه انداخت تو صندوق، همه سعی میکردن حتی رأی آریشون نشون بدن، حالا بعضا رأیشون رو تا میکردن انداختن. یه چند نفر به اون جوان گفتن که تو چرا رأی منفی میدی؟ گفت من نمیدونم جمهوری اسلامی چیه. این قشنگ خداشادی یادمه که گفتش که از کجا معلوم که فردا این آخوندان اگر همه با لباس آخوندی بپوشن، وقتی گفتم ما چه فکری به سرم بکنیم، من نمیدونم جمهوری اسلامی چیه، من رأی منفی میدم. خب ببینید این فهمی که اون جوان اون موقع داشت با کمال تعصب اکثریت مردم یا نداشتن یا اونقدر اعتماد به خمینی داشتن که فکر می‌کردن که اتفاق بدی نمی‌افته. به هر حال روند انتخابات در جمهوری اسلامی از مسخ شدن مردم شروع شده، مسخ شدن اختیاری و همراه با افتخار، یعنی هممون افتخار هم می‌کردیم به اینکه مسخ وجود زیجود آقای خمینی شدیم. به هر حال گمان می‌کنم که از ابتدا بنای ایشون بر انتخابات نبوده. به همین جهت هم خب حرفایی که اول زد خیلی سریع پس گرفت. مثلا در پاریس یا در حالا نوفل شاتو بهتر بگیم، کلمه پاریس عادت کردیم، در نوفل شاتو صحبتایی که می‌کردین که حالا مثلا روحانیون نباید وارد مدیریت اجرایی کشور شن، در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها آزادن، حکومت ما حکومت آخوندی نخواهد بود، این حرفایی که مثلا در حالا آخرینش مثلا حتی در اوائل بهمن 57 در فرانسه زد، در آستانه انتخابات خبرگان اول که برای در واقع تدوین قانون اساسی بود سخنانش هست که میگه که ما نباید به تأثیر از اینکه مردم بگن حکومت آخوندی شده، بله حکومت آخوندی داره میشه، یعنی از یک دوره‌ای که عبور کرد حالا دستی هم رو کرد، ولی کماکان همون موقع هم بسیار از افراد استقبال میکردن، یعنی با توجه به اعتمادی که بهششن و حالا گفتنی هر سختی ایده پوش نه، ولی واقعا کاریزما داشت. حالا من اگه بفرمایید حالا که این موضوع رو شما مطرح کردین، یک موضوع اساسی تر رو مطرح بکنم، موضوع جمهوری. ببینید انتخابات ریاست جمهوری در یک سیستم جمهوری باید طبیعتاً صورت بگیره. اصرار خمینی بر جمهوری کردن حکومت در سال قبل از انقلاب، در روزهای قبل از انقلاب، و اینکه حتی مخالفت خیلی شدید کرد با کسانی که لفظ حکومت اسلامی رو میخواستن به کار ببرن و جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، این شما احتمال نمیدید که به خاطر درگیری های میان روحانیون با خمینی و خمینی با روحانی، چون میدونیم که خمینی روحانی عادی نبود و با خیلی از روحانیان سنتی درگیر بود، از حالا عرفانش بگیرید، اشعارش بگیرید، کتاب به قول معروف فلسفهش کلن فلسفه مولاناش، مثلا ما خاطرمون میاد که مثلا مصطفی خمینی از کاسه ای که آب میخور روحانیون دیگه آب نمیخوردن، میگفتن نجسه چون این بچه یک اهل عرفان هست و درگیری داشت، کاملا آشکاره. آیا شما گمان نمی کنید که انتخاب سیستم جمهوری که بعداً به ریاست انتخاب ریاست جمهوری منتهی میشه به خاطر این بود که با روحانیون این اختلاف داشت و واقعاً نمیخواستش که روحانیون حاکم بشن و مکلاها و کسانی که کراوات میبستن امثال بازرگان و بنی صدر رو اینها رو به این خاطر در ابتدای امر سعی کرد که وارد حکومت بکنه؟
ببینید حتما همینطور، یعنی به این معنا که باز من میتونم یک تلفیقی بکنم و یک پلی بزنم بین فرمایش شما و هر چیزی خودم گفتم. ببینید خمینی چون مطمئن بود مردم حرفش گوش میکنن، میخواست اون چیزی که میخواد در مقابل رقبای امام به سرش و سایر رقباش انجام بده از دهان مردم و از دست مردم و با رأی مردم باشه، چون مطمئن بود که اون چیزی که میخواد مردم رأی میدن. اشکال از اینجاست، یعنی در واقع یک چیز رو به جمهور تحمیل میکرد و بعد به عنوان خواسته جمهور پیش میبرد. بله خمینی حالا غیر از این که حالا اون عبارتی که خودش گفت، میگفتش که کسی ندیده و نشنیده، ولی نقل خودش کرد که فرزندم مصطفی از یک کاسه آب خورد و دیگران گفتن آب نجسه چون پدرش فلسفه درس میده. حالا بحث عرفان بود، چیزی که خودش نقل کرد بحث فلسفه بود، ولی به هر حال بعد یک گرایش های عرفانی و فلسفی داشت که خیلی در حوزه نه تنها رایج نبود بلکه مهجور بود. این هست و ولی هنر، میگم هنر خمینی بود که زبان مردم رو میفهمید. ببینید خمینی مثلا شما نوع حرف زدنش رو با قلمش مقایسه کنید، درسته همه اونطوری که مینویسن نمیتونن بگن، ولی گمان نمیکنم خیلی برای خمینی سخت بود که یه خود حرف بزنه که مثلا 3545 کلمه حرف زد یک دونه فعل توش نبود، یا مثلا توی جمله 5 کلمه 4 تا فعل یه موقع می‌ذاشت. بله. گمان می‌کنم این خیلی با کسی که اونقدر مقید بود به، یعنی در قلمش انصافا قلم روانی داشت، حالا متونی ازش هست. حالا درسته وقتی آدم متن نیست ممکنه فرصت بیشتر داره فکر کنه، تنظیم کنه، ولی به هر حال باید یک تناسبی بین صحبت عادی یک فرد با نگارشش باشه. بله. به گمانم اتفاقا تو اون هم حتی عمد داشت طوری حرف بزنه که خیلی مردمی جلب کنه و به دل مردم بچسبه. ببینید حالا شما مقایسه کنید با نوع حرف زدن خامنه ای که خب خیلی انصافا فصیح‌تر، یا شاید بگیم اصلا ظلم بگیم فصیح‌تر، چون خامنه ای اصلا فصیح صحبت نمی‌کنه، این خیلی فصیح صحبت میکنه و اون خیلی دیگه حالا اکسترا عوامانه و بی‌سوادانه حتی در نوع صحبت محاورش. ولی به نظر من حتی اون هم تعمد بود، کما اینکه وقتی مثلا بعضی سخنرانیش که نگاه میکنید نه حساب کتاب در از اول شروع میکنه با یک منطقی، یا مثلا اون جلسات درس تفسیر قرآنش وقتی نگاه میکنید به هیچ وجه نوع صحبت با صحبتی که برای عموم میکرد یکسان نبود. دقیقاً بله، منم هنرش این بود که میتونست جوری حرف بزنه که خیلی مردمی جلب کنه، یکی از آحاد مردم، و اون چیزی که میخواست، بله من فرمایش شما رو تایید میکنم، اون چیزی که میخواست در برابر رقبای روحانیش، رقبای امام به سرش مراجع تقلید انجام بده، از زبان مردم میکشید بیرون، از رأیی که مردم امضا کردن میکشید بیرون. بله، من اتفاقا یکی از درسایشون رو دیدم، اصلا آدم تصور نمیکرد که این خمینی همون خمینی است که برای مردم در اون شلوغی و همه و خانم ها از یک طرف، آقایون از یک طرف، همه با هم صحبت میکنن و این هم هیچ واکنشی نشون نمیده، حرفش رو میزنه میره، بعد به قول شما حرفاش هم که نه فعل داره نه فاعل داره، به قول معروف این درس رو این داره میده، خیلی هم شفاهی بود نوشتاری، آدم میگه ممکنه شاید دقت میکنه. به هر حال چون بس انتخابات، برگردیم دوباره به موضوع انتخابات. اینکه اگر پس این رو بپذیریم که خمینی به خاطر اختلافات بنیادی که با روحانیون سنتی داشت، این تمایلی نداشت به این که به اصطلاح کسانی که مستر کار هستند اینها روحانی باشن، ما دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری اگه اشتباه نکنم 3 نفر اول که بنی صدر بود و مدنی بود و حسن حبیبی بود و حدود 60-70 نفر یا بیشتر نامزد ریاست جمهوری بودن که از نامزدهای ریاست جمهوری مسعود رجوی کنار گذاشته شد به خاطر اینکه به قانون اساسی رأی نداده بود و حکمی که خمینی کرد این بود که کسی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداده نمیتونه که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، چون زمان شورای نگهبان و سیستم تصفیه به اون صورت وجود نداشت. حالا موضوعی که هست، بنی صدر رو به لحاظ شناختی که ازش از قدیم داشته، بعد در دوره فرانسه داشته، به لحاظ اینکه این شخص شخص اسلامی هست و می‌بینیم انتخابش از این نظر هم بد نبوده، چون آقای بنی صدر کماکان اسلامی هست، ایشون رو به رغم به اصطلاح انتقادهایی که داره یا نگاه نه چندان 100% مثبت، ایشون رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی میکنه، مردم هم به دنبال اون به بنی صدر رأی. حالا موضوعی که پیش میاد اینه که چقدر این انتخابات رو ما میتونیم بگیم که چون انتخابات ابتدای انقلاب بوده و قوانین محکم نشده و حکومت از
گروه های مثل مجاهدین ها نمی ترسیده، نامزد های تعداد نامزد ها هم زیاد هستن. ولی بنی صدر چقدر به عنوان رئیس جمهور میتونست رئیس جمهور باشه با وجود خمینی؟ و آیا ما مواردی داریم که بنی صدر خواسته باشه کاری انجام بده ولی خمینی اونو وتو کرده باشه یا دستور دیگری داده باشه؟ ببینید، تفاوتی که دوره خمینی با دوره خامنه‌ای داشت این که خمینی واقعا خودش رو قبول داشت و مطمئن بود که زیردست‌ها هم در مقابلش قد علم نمی‌کنن، اقدامی نمی‌تونن انجام بدن. به همین جهت خیلی احساس کمبود نمی‌کرد، خیلی راحت فرماندهی کل قوا رو به بنی صدر واگذار کرد، اصلا احساس خطر نمی‌کرد و واقعا خطری هم براش نبود. یعنی اگه بنی صدر تصمیم گرفت کودتا هم بکنه علیه خمینی موفق نمی‌شد، فضای کشور طوری نبود که مثلا خب کسی بتونه علیه خمینی کاری بکنه. به همین جهت خمینی به نظر من نه، خیلی مانع تراشی برای بنی صدر نمی‌کرد، حداقل در اول کارش. مثلا دوره ریاست جمهوری بنی صدر اونقدر طولانی نبود، دوره رسمی ریاست جمهوری رو بخوام حساب بکنیم حدود یک سال شد، شاید کمتر، به دلیل اینکه از زمانی که حالا تحلیل شد به هر حال تا خب زمانی که بنی صدر انتخاب شد درست میگه نه شورای نگهبان وجود داشت نه مجلس. به همین جهت خمینی اومد یک ترکیبی درست کرد که حالا من دارم تو به ذهنم فشار میارم. شاخص‌ترین چهرهش آقای سید محمد موسوی خمینی‌ها بود، همون کسی که در قصه اشغال سفارت آمریکا پدر معنوی دانشجویان خط امام بود. ایشون و چند نفر بودن، قرار شد اونها بر صلاحیت رو بررسی کنن و تعداد زیاد رد کردن افراد و خمینی اونها رو برگردوند، اومد یه چیزی نوشت که نه بگذاریم به رأی مردم. یعنی این شیوه رد فقط حالا مختص اینوری ها نیست، من یادم بود چون میگم چه حالا اگر خوب فکر کنم اسامی یادم میاد، ولی مطمئنم شاخص ترین چهرهشون آقای موسوی خمینی بود و حتی اگر اشتباه نکنم نامه‌ای که برای خمینی نوشتم برای رد صلاحیت ها با امضای آقای موسوی خمینی بود که خمینی نپذیرفت. ولی به هر حال خب در اون زمان شورای نگهبان نبود، مجلس هم وجود نداشت. بر اساس تحلیف در واقع تنفیذ رو در بیمارستان برگزار کردن با حضور بنی صدر و خمینی و تعدادی از افراد، ولی ریاست جمهوری رسمیش عملا از زمانی شروع شد که مجلس اول در هفتم خرداد 1359 تشکیل شد، در اونجا برای تحلیف انجام میشد. اگر از اون تاریخ حساب بکنیم تا زمانی که رسما برکنار شد یک سال، حالا مثلا چند روز شد که از اون چند روز آخرش هم که مدت آقای بنی صدر مخفی بود و بعد از برکناری از فرماندهی کل قوا، به هر حال مدت خواهم بگم حدود یک سال. اصلا دوره اونقدر طولانی نبود که بگیم حالا بنی صدر کاری می‌خواست انجام بده موفق شده نشده. شروع درگیری زمانی شد که بنی صدر می‌خواست نخست وزیر انتخاب بکنه. شاید بسیار از بیننده‌ها ندونن که انتخاب اول آقای بنی صدر نخست وزیر آقای میرسلیم بود، همین آقای میرسلیمی که سید مصطفی میرسلیم که الان حالا خیلی دیگه سوپر حزب اللهی شده و میگه آزادی در ایران به مراتب بیشتر از فرانسه است، همین آدم انتخاب اول بنی صدر بود برای ریاست، برای نخست وزیری که مجلس زیر بار نرفت. نهایتاً رجایی تحمیل شد به بنی صدر، یعنی اگر بگیم اختلاف چی شد. من در همین جا اتفاقا نکته دارم و اون این که به گمانم خمینی مشکل نداشت با بنی صدر، اتفاقا خمینی شاید ترجیح میداد که یه آدم مکلایی که در بین عناصر حکومتی خیلی نفوذ نداره رئیس جمهور باشه که اختیار از دست خودش خارج نشه به اون معنا، اگرچه میگم خیلی از حتی معممین حکومتی هم وحشت نداشت. ولی به هر حال خمینی یک نوع کاری داشت میاد. حالا من بنا دارم اگر فرصت بشه یک برنامه در مورد روابط خمینی با مجاهدین خلق هم صحبت بکنیم که معتقدم حتی خمینی با مجاهدین خلق مشکل نداشت. امثال رفسنجانی و بهشتی و خامنه‌ای اینها که حالا به نظر من از همه‌شون بیشتر رفسنجانی وحشتی که داشتن که اگر گروه‌های دیگه برن به خمینی بچسبن، گروه‌هایی که به خصوص مثلا مثل مجاهدین خلق که جاذبه بین جوان‌ها هم داشتن و حالا رجوی هم به نوعی کاریزما اون موقع داشت که خیلی از افراد مثلا رفسنجانی که قطعاً داشت دیگرانشون هم حالا کم و بیش شاید مثلا یک نفوذ داشتن، خب وحشت کردن، به همین جهت فاصله انداختن و سعی کردن که اونها رو تخریب کنن. باز هم میگم عین کاری که خمینی کرد حالا زیر دستاش میکردن. اگر میخوان کسی گروهی طرد بشه از طریق مردم طرد شه، کما که اون طرد هنوز در جامعه ایران اثرش رو داره در مورد مجاهدین خلق. اگر اختلافی بین بنی صدر و خمینی پیش اومد، به نظر من حزب جمهوری اسلامی بنی رفسنجانی در بیش از همه خامنه‌ای، شما ببینید در جلسه بررسی در واقع عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور علنی ترین حرفا و کینه‌توزانه ترین حرفا، خشن ترین حرفا رو علی خامنه‌ای زده.
در اون جلسه. دیگرانی هم صحبت کردن، حتی در اون فضا کسی جرأت نمی‌کرد در مخالفت با بحث عدم کفایت سیاست مرکز صحبت کنه. تنها کسی که جرأت کرد آقای محمد جواد حجتی کرمانی بود که خودش هم اومد کلی بنده خدا با احتیاط گفت میدونم این کار خطرناکه. حتی ملی مذهبی ها، حتی تیپ بازرگانان ها علنی مخالفت نکردن، شاید رئیسشون مخالف بود با عدم کفایت سیاسی بنی صدر. به هر حال فضایی که ایجاد، یعنی من در یک جمله پاسخ سوال شما بدم، نه خمینی شخصا مشکلی نداشت و به نظر من میگم هم زمان مدتی نبود که کار به درگیری برسه، جز در مورد انتخاب رئیس نخست وزیر که به گمانم حتی در انتخاب نخست وزیر هم تیپ در واقع باند حزب جمهوری نتونستن خمینی رو کامل قانع کنن که برای سطح فشار بیارن، ناچار شدن از روش‌های دیگه استفاده کنن. جز در اون مورد نه، به نظر من اصلا خمینی سطح زیر دستا رو در سطحی نمیدونستی باش درگیر بشن و وحشت داشته باشن. خب برای سطح هم همینطور. بله. ولی اونها خب به هر حال کاری که حزب جمهوری و دیگران کردن نهایتاً خمینی رو در برابر بنی صدر قرار دادن، باز چون اگر غیر از اون بود قدرت عزل بنی صدر رو نداشتن خودشون. بله طبیعتاً در محدوده اون زمان جمهوری اسلامی عده زیادی بودن که با یعنی با مبنای حسادت، ما میتونیم بگیم حسادت، کارشکنی میکردن. حالا روحانیون علیه کسانی که کوچه‌الواری بودن، کوچه‌الواری هایی که علیه روحانیون بودن، روحانیون که در میون خودشون اختلاف نظر داشتن، سطح مثلا همین حزب جمهوری اسلامی، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای که خب اون زمان عددی نبود به قول معروف، و ما دیدیم که بیشترین درگیری ها رو در سطح کشور کسان تندروهایی بودن که حالا یک گروهشون وابسته بودن به حزب جمهوری اسلامی و بهشتی و دار دسته اونها، و که آخرش هم منجر شد به اینکه مجاهدین خلق اونها رو به عنوان هدف اصلی قرار بدن و با انفجار ساختمان جمهوری اسلامی عده زیادی از اونها رو بکشن. موضوعی که بعد پیش آمد موضوع رجایی بود، انتخاب رجایی به عنوان نخست وزیر، که بنی صدر نمیتونست خودش رو به عنوان کسی که 100% میخواد کسی دیگری رو انتخاب کنه، همین میر سلیمی که شما میفرمایید، البته اون هم به اون نمیتونیم بگیم به مراتب، رجایی هزار مرتبه از میر سلیم بهتر بود، حالا شاید زنده میموند بدتر هم میکرد. به هر حال یکی هم مسئله جنگ که پیش آمد و فرمانده کل قوا رو سپرد به بنی صدر، در اینجا ما میبینیم نقش سپاه رو، سپاه به شدت با بنی صدر اختلاف نظر داره. بنی صدر هر چی میخواد قدرت تنفیذ بکنه به ارتش، سپاه میخواد این رو در اختیار بگیره، و اینجوری درگیری هم ما بین سپاهیان و شکایت دائم میکنن، میرن پلوی خمینی و میگن که این طور میکنه اون طور میکنه. ولی جدا و الحق و الانصاف باید بگیم که در زمان ابتدای جنگ بنی صدر خیلی خوب، یعنی تمام مدت ایشون در منطقه بود و هنوز هم که هنوزه دیت تندروها میگن ما بنی صدر رو خائن نمیدونیم، چون در زمان جنگ واقعا اون چیزی که میتونست بکنه کرد، به عنوان یه فردی که به هر حال اصلا نظامی نبود و سعی میکرد که کار رو به متخصصین ارتش بسپاره. به هر حال ما میرسیم به موضوع برکنار کردن بنی صدر و انتخاب رجایی به عنوان رئیس جمهور بعدی. بنی صدر حالا در ایران هست، فراری هست، مخفی هست، و رجایی انتخاب میشه. در اینجا دیگه مجاهدین جنگ علنیشون رو با حکومت و به قول معروف با فالانش هایی که اینها چیز داشتن از اول اونها رو در نظر داشتن، از جمله اعضای حزب جمهوری اسلامی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره، و شروع میکنن به ترور کردن. و ما میبینیم که ریاست جمهوری رجایی هم بعد از کشته شدنش زیاد به طول نمی انجامه، و باز در همون سال 60 ما انتخاب در سال 60 ما انتخاب چیز رو داریم، خامنه‌ای رو در سال 64 انتخاب خامنه‌ای رو هم داریم که بعد اون هم رهبر میشه، رهبر که میشه کنار گذاشته میشه و رفسنجانی رئیس جمهور میشه. حالا در این زمان دیگه این افراد معمم هستن که حکومت رو میان در اختیار میگیرن و اهرم ها رو یکی یکی در اختیار میگیرن، قبضه میکنن، و کسانی که مثل نهضت آزادی، مهندس بازرگان اینها بودن، اینها کنار گذاشته میشن.
حالا ما میرسیم به باز نقش‌آفرینی خامنه ای و رفسنجانی تا زمانی که به قول معروف تا زمانی که خمینی زنده بود نقش خامنه ای چطور میتونست باشه؟ آیا در این زمینه صحبتی داریم؟ ببینید در سال 60 خب ما دو تا انتخاب ریاست جمهوری داشتیم. آقای رجایی انتخاب شد و در مهر 60 همون مهر 60 هم آقای خامنه ای یک دوره موقتی هم بعد از کشته شدن رجایی و باهنر که همزمان با هم در دفتر نخست وزیری کشته شدن، آقای مهدوی کنی ریاست دولت رو به عهده داشت موقت با حکم خمینی و بعدم آقای خامنه‌ای انتخاب شد. در سال 64 انتخاب آقای خامنه‌ای تجدید شد برای یه دوره 4 سال دوم که حالا از همونجا یعنی در انتخاب ریاست جمهوری دور اول هم اصلا واقعا انتخابی نبود، آقای خامنه‌ای بود و دو نفر نخودی کنارش گذاشتن، اگه شما نکنم عسکر اورادی و دکتر شیبانی اگه اشتباه نکنم. بله شیبانی که 100 درصد است. بله عسکر اورادی هم بود، این دو تا رو گذاشته بودن و اگر اشتباه نکنم که تقریبا 99 درصد مطمئنم که آقای شیبانی مصاحبه کرد گفت من به آقای خامنه‌ای رأی می‌دم، یعنی رقیب ریاست جمهوری هم خودش گفت به آقای خامنه‌ای رأی می‌دم، نشون دادن که بازی سال 64 انتخاب شد. ولی ببینید باز در همین جا من صحبت بکنم، خب بر اساس قانون اساسی اول رئیس جمهور رئیس قوه مجریه بود، ولی خب دعوا از همون شروع، یعنی ببینید اتفاقی که افتاد این بود که در دوره‌ای که بنی صدر رئیس جمهور بود و رجایی نخست وزیر که دوره از شهریور 59 تا خرداد 60 که خب در همون دوره هم درگیری زیاد بود در داخل مجلس و عناصر حکومتی در مورد انتخاب رجایی و تایید رجایی، خب به نظر من تلاش گروه رفسنجانی و دیگران برای اینکه بنی صدر رو کاملا حذف کنن در پیش خمینی خیلی موفق نبود، شروع کردن هی مرتب از طریق مجلس اختیارات رئیس جمهور رو کندن دادن به نخست وزیر، چون رئیس جمهور باشون هماهنگ نبود و رجای هماهنگ بود. خب این کارهایی که اینا کردن و تغییراتی که بعضیش هم خلاف قانون اساسی بود ولی خب پیش برده بودن، باعث شد زمانی که خامنه‌ای هم رئیس جمهور شد این مسئله وجود داشت. حالا دیگه اختیارات قانونی در اختیار نخست وزیر بود و خب آقای خامنه‌ای هم اول پیشنهادش ولایتی بود، بعد قرضی بود و بعد نهایتاً موسوی بهش تحمیل هم نشد، دور اول واقعا تحمیل نشد. موسوی سردبیر روزنامه‌ای بود که آقای خامنه‌ای مدیر مسئولش بود و به عنوان یک جوانی که حالا یه دوره هم وزارت خارجه رو تجربه کرده بود آقای مهندس موسوی، ایشون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد، تصور نمی‌کرد مشکلی باش داشته باشه. اما به هر حال خب این باز وسط رفسنجانی وارد شد و موسوی رو تو باند خودش آورد و درگیر درست شد. خب اون دوره اول به دلیل اینکه حالا شرایط بعد از انفجارها و ترورها بود برای کشور یک نوع اتحاد نسبی در بین عناصر حکومت ایجاد شده بود، خیلی اختلافات نشون نداد. همینطور که رفت جلو به خصوص از انتخاب آستانه انتخابات مجلس دوم در سال 62 پایان 62 که 63 مجلس دوم شروع کرد، از اونجا اختلافات شروع شد، یک خط سومی درست شد که میگفتن پشت پردش احمد خمینی، ولی عملا رفسنجانی بود. اون اختلافات به دولت هم کشیده شد. خب ببینید شما در همون جا هم میبینید که خب و نتیجهش اوجش در انتخابات ریاست جمهوری سال 64 که اونجا هم انتخابات خیلی جدی نبود، فکر میکنم آقای دکتر محمود کاشانی اومد رقیب خامنه ای شد، فرزند آیت الله کاشانی و یک دو نفر دیگه که اونها هم خودشون خیلی جدی نبودن. خامنه ای انتخاب شد اما دیگه رئیس جمهور کاملا بیکار، یعنی اگر بخشی از اختیارات رو در مجلس اول و در دوره اختلاف بین بنی صدر و رجایی مجلس ازش گرفته بود، در این بار خود خمینی وارد عرصه شد. خامنه‌ای با توجه به اینکه دوره اول تجربه کرده بود روابط بسیار حسنه و شاید حالا من قصد اهانت با مهندس موسوی ندارم، اما در روابط مرید و مرادی که بین رفسنجانی و مهندس موسوی برقرار شده بود و ارتباطی که مهندس موسوی با جناح چپ مجلس اول و دوم داشت، خامنه دیگه مایل نبود از میرحسین استفاده کنه. اینجا خمینی وارد میشه، اونم با عملا تهمونده اختیار رئیس جمهور هم که در اون زمان فقط محدود شده بوده به انتخاب نخست وزیر، چون وقتی نخست وزیر انتخاب میشد و وزرا رو با هماهنگی رئیس جمهور تعیین میکرد، از اون بعد اختیارش با مجلس بود دیگه، رئیس جمهور کاری نبود، حتی رئیس جمهور اختیار عزل وزرا رو نداشت، فقط در حدی که لیست بده، لیستی که نخست وزیر داده برای وزرا تایید می‌کرد به عنوان مجلس. خب
این تنها اختیار رو هم ازش گرفتن، یعنی با دخالت شخص خمینی، که حالا دخالت خمینی که میگم عملا کارکرد رفسنجانی بود، و وقتی هم که حالا تحمیل شد بهش، وقتی معرفی شد در اون زمان آقای خامنه‌ای 80-90 تا 100 تا طرفدار در مجلس دوم داشت، اونها به نخست وزیری مجلس موسوی رأی منفی دادن، 99 نفر دیگه. اصلا این 99 نفر به یک ترم سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شد، همه جا میگفتن 99 نفر، که حالا در این مورد هم صحبت زیاده. فضایی درست کردن همین دوستان جناح چپ که الان بسیارشون حالا یا زندانی یا در حس یا هستن، که اون 99 نفر از نون خوردن افتادن، که اصلا چرا در حالی که امام فرموده مجلس موسوی رو، و در حالی حالا خمینی خیلی هم با زرنگی، یعنی اونجا میدونست چاره‌ای وقتی بیاد علنی بنویسه، یه چیزی نوشت که ازش استعلام کردن، گفتش که من همونطور که در به آقایان مهدوی کنی و یزدی و بعضی دیگر از آقایون، یعنی هنوز ناطقه سه نفر رفته بودم پیش خمینی، مهدوی کنی، محمد یزدی و ناطق نوری، که حالا دو تا از سه تا فوت کردن، ناطق نوری هم در حدی نبود که خمینی در نامه که می‌نویسه اسم ناطقو بیاره، فقط دو نفر اول بود همون که با آقایون گفتم در شرایط فعلی تعویض نخست وزیر رو به مصلحت نمی‌دونم، اما حق انتخاب رئیس جمهور محترم و مجلس محفوظ است. خب معلوم بود با این حرف کسی جرأت نمی‌کنه. در این حال 99 نفر که حالا مثلا چهره‌های شاخص سید رضا زواره‌ای بود که فوت کرد، محمد خامنه‌ای برادر بزرگ علی خامنه‌ای، یک آقای سید موحدی بود مثلا که هنوزم الان باز بگم الان تو مجلس نماینده گچسارون طرفا چند تا از چهره‌های شاخص بودن، آقای نیک روش اینا از حزب مولد چهره‌های شاخصی نبودن، ولی افراد دیگه هم خود در کنارشون بودن. این 99 نفر شد یک فوش در فضای سیاسی کشور، کسی می‌خواستن فوش بدن گفتن روز 99 نفر. خب فضا خیلی بالا گرفت، یعنی ببینید اون ته اختیار رئیس جمهور رو هم جناح چپ فعلی آقای کروبی، آقای موسوی که خودش یه طرف دعوا بود، ولی در داخل مجلس آقای کروبی و دیگران راه افتادن، حالا علیه 99 نفر، که حالا اون وریا میگفتن که فرمایش امام ارشادی بوده، اینا میگفتن اصلا نخیر مولوی بوده. بعد حالا دعوا شروع شد، حالا همون البته جالبه که اونایی که اون موقع میگفتن صحبت‌های امام مولوی ارشادی بوده نه مولوی، الان میگن آقای خامنه‌ای اگه به قول روزنامه کیهان، باید ببینیم که ژرفای قلب مبارک آقا چی میگه. حالا اینم بعدش یه موقع آقای خامنه‌ای در مشهد سخنرانی کرد در نوروز فکر کنم 85، موافقت کرد که با عراق با آمریکا یک مذاکره در مورد عراق بشه. بعد کیهان نوشته بود که بعضی‌ها میگن که مگه مقام معظم رهبری موافقت نکردن؟ بله ایشون موافقت فرمودن، اما وظیفه ما اینه که ببینیم آیا ایشون از ژرفای قلب مبارکش هم به مذاکره راضی هستن یا نه. که من میگم نه، من این مقاله رو دارم، حالا یه موقع نشون میدم که ما میگیم نه ایشون موافق نیستن. یعنی حالا دیگه همون کسایی که بحث مولوی و ارشادی رو مطرح کردن الان به ژرفای قلب مبارک آقا هم کار دارن، ولی به هر حال شروع این کار رو این بنیان بد و بنیاد بد رو جناح چپ گذاشت که حالا نخیر امام فرموده باید حتما اجرا بشه. یعنی اون 99 نفر واقعا از زندگی ساقط شدن، طوری شد که حالا اینکه من میگم چیزی که خمینی می‌خواست به دست مردم، اون افراد بسیارش در حوزه انتخاباتی دیگه رأی نیاوردن، واقعا رأی نیاوردن وقتی کاندیداشن دور بعد با تجویج افسازی بشه. به هر حال مرحله اینطوری، یعنی روند خوبی داریم این جلو، به این طور شد که اگر در ابتدا افراد رو حذف کردن، حالا به قول شما به قانون اساسی رأی ندادن، مرحله بعد طوری شد که رئیس جمهور بود و نبود شکی شد. یعنی بس الان نیست که بگیم که رئیس جمهور بیکار است. رئیس جمهور رو من اصلا از اول کار ببینید، فکر میکنم که 6 سال یا 7 سال پیش آقای کروبی در حس بود، حس خیلی جدی هم بود، ملاقات خانواده محدود، نوروز اجازه داده بودن که خانواده برن پیش ایشون. بعد حسین پسر ارشد ایشون اومده و صحبت کرده بود که رفتیم خدمت حاج آقا، ایشون فرمودن که با اون عظمتی که امام و انقلاب داشت نمیدونم چرا کار به اینجا کشید. من این نامه نوشتم، نامه سرگشته به آقای کروبی که استاد کروبی نمیدونید چرا این گونه شد. اونجا اشاره کردم که این خلاص این آتش همش از گروه اون اتفاقا بلند میشه، که دونه دونه مثال بودم از جمله همین موضوع، که اگر امروز شما به حذف یا سلب اختیارات رئیس جمهور توسط رهبر اشاره میکنید، بنیادش اون آقا گذاشته. یادتون رفته سر قضیه 99 نفر چه کردید شماها و اون چه کرد؟ بله، که حتی اومد گفت دیگه تکرار نشد، یعنی خودش هم اون 99 نفر خطاب کرد دیگه تکرار نشد این کارا. بله. یا مثلا مثلا یک نماینده مجلس صحبت کرد، بعد پشتش گفت لحن این آقا از رادیو اسرائیل بدتر بود. حالا مثلا چی گفته بود؟ فرض کن مثلا موضوع این بود که تو مجلس در مورد مذاکرات پشت پرده باند رفسنجانی توسط دکتر هادی و همین حسن روحانی با مکفالن اعتراض کرده بود. خب این قصه داشت گندش در میاد، خب این گفت لحن این آقا از رادیو اسرائیل بدتر بود.
یعنی ببینید از زمان خودش در از مسائل شروع اصلا واقعا بنیاد و بنیان این کارا رو شخص خودش گذاشت. اصلا چیزی به نام جمهوریت مفهوم داشت. میگم فقط هنر خمینی بود که هر چی می‌خواست رو از زبان و قلم مردم می‌کشید. موضوعی که حالا ما متاسفانه وقتمون محدود است، حدود الان 7 دقیقه وقت داریم، ما دیگه به ریاست جمهوری رفسنجانی که با اون تلاش کرد که در از اقتصاد آزاد رو حاکم بکنه، چیزی که در ابتدای انقلاب اقتصاد دولتی مد نظرشون بود و از جمله آقای مهندس موسوی، و آقای رفسنجانی آمد اقتصاد رو آزاد بکنه که این هم دریچه گشوده شد به انواع اقسام فسادهای اقتصادی و غیر ازالی که تا امروز عوارضش رو میبینیم. بعد میرسیم به دوره خاتمی که باز ایشون سعی کرد که دوره آزادی‌های سیاسی رو، سیاست آزاد رو در از پیش بیاره، و بعد از تمام اینها اون پدیده قرن آقای احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم، هزاره سوم، معجزه هزاره سوم، و بعد آقای حسن روحانی. حالا چون ما این قصدمون از این صحبت، البته سعی میکنیم که اگر جناب عالی فرصت داشته باشید این بحث رو باز از این قسمتی که باقی مونده ادامه بدیم، ولی چون ما تصمیم میمونی هستش که این مسائل رو به مسئله روز، یعنی انتخابات 1400 مربوط بکنیم، ببینم آیا شما نه بر این نظر هستید که اصولاً این انتخاب و این انتخابات به هیچ وجه تغییر اساسی در کشور به وجود نخواهد آورد؟ چرا کسی که انتخاب میشه رئیس جمهور نیست، در اصل کسی نیستش که بتونه از خودش اختیاری داشته باشه قدرت حتی انتخاب مثلا وزیر اطلاعات رو. در این اندازه هم میبینیم که صاحب اختیار نیست. نظر جناب علی در این باب چیست؟ حدود 7 دقیقه وقت داره. ببین، من معتقدم که اتفاقا اگه میخوایم نتیجه خوب برای نمایش انتخاباتی سال 1400 بگیریم، باید جزئیات مراحل قبل رو بگیم. شاید بسیار از افراد، من مطمئنم بسیار چیزی که الان شما بحثش کردیم، نه تنها جوان ها، بسیار از سال خورده ها هم شاید جزئیات رو نمیدونستن، یعنی فضا حالا نمیدونستن یه عده انتخابی بود، یعنی چون چشم هممون به دهان خمینی بود اصلا فکر نمی‌کردیم، نیاز نمی‌دیدیم که فکر کنیم داریم چیکار می‌کنیم. حالا مثلا فرق بین سید احمد مدنی و حسن حبیبی و بنده صدر چیه؟ جلال الدین فارسی اصلا حالا چرا رد شد؟ حالا آیا واقعا به خاطری که ایرانی الاصل نبود ردش کردن یا دلایل دیگه داشت؟ خب اینا رو اگر نگاه کنیم، یا مثلا بعد از کنار رفتن میگم موضوع، اگر خب بخوایم علنیش نگاه کنیم، از بیکار بودن و تدارکاتی و پرده دار بودن رئیس جمهور از سال 64 عملا شروع شده، نه سالی که حالا دارن القا میکنن که مثلا سال شروع شده. همه ما هم درش حالا به نحوی مقصریم. به هر حال به گمانم باید این جزئیات گفته بشه. مثلا حتی انتخاب رفسنجانی واقعا برای اقتصاد آزاد بود، یا مثلا انتخاب خاتمی تن دادن خامنه‌ای به فضای باز سیاسی بود، یا انتخاب احمدی نژاد اونطوری که القا میکردن برای مقابله با فساد بود، یا انتخاب روحانی. هیچ کدوم اینها رو نمیخوام بگم. یعنی ببینید مهمش اینه که ما نشون بدیم، چون هنوز بازی آخر حکومت رو نمیدونیم چه، نشون بدیم که با همه بازی ها. من یه موقعی سال 84 شوخی میکردم با آقای کرو، گفتم که در واقع تعیین شعار انتخاباتی و حتی فیگور انتخاباتی خیلی سخته، برای اینکه دو تا حرکت مؤثر هست که مردم میشه رأیشون جمع کنه، یکی خنده، یکی گریه. هر دوش خاتمی مصرف کرده، دور اول سال 76 با خنده، دور دوم 80 با گریه. گفتم شما کدوم شما چی کار میخواید بکنید که جاذبه برای مردم داشته باشه؟ منتها حکومت خیلی تو این زمینه فعال. به نظر من اگر تشریح کنیم که از انتخابات ریاست جمهوری دور اول که مثلا یک مکلای شیک پوش خوش صحبت در اون موقع نسبت به طراز جمهوری اسلامی، تا بعدش یه آخوند نسبتا خوش قیافه ای که حالا مثلا در انفجار هم زخمی شد، تا بعد مثلا یک آدم ساده زیستی مثل رجایی، و بعد مثلا حالا همینطور بیم جلو موارد مختلف، حالا خاتمی یه جور رفسنجانی، یه طور احمد نژاد. چون نمیدونیم بازی بعدی حکومت چیه، به نظر من اتفاقا خوب اینا تشریح کنه که مردم بدونن همش بازیه. این اگر تشریح بشه شاید دیگه نیاز نباشه ما شما به مردم بگیم سال 1400 سال تحریم انتخابات، خود مردم بیان به ما بگن که شما چرا اصلا نبود انتخابات صحبت بکنید، کدوم انتخابات، کش که چی. به گمانم جزئیات اینها اگه گفته بشه هم برای مردم قطعا جذابه، حالا جز فقط قسمت غیر جذابش صحبت کردن منه، ولی موضوعاتش موضوع جذابی حتما خواهد بود. و هم به هر حال
روشن خواهد شد. اگر یه روز آخر یک بازی جدید، یه شامورتی بازی جدید در آوردن، مردم بدونن که این هم یک ادامه همون هاست. ادامه و من ایشون می‌خواستم بگم در صحبت شما فراموش کردم، شما اشاره کردید در مورد بنی صدر. بله واقعا وضعیتش طوری بود که حتی 3-4 سال پیش آقای شمخانی و در یک گفتگوی تلویزیونی گفت بنی صدر خائن نبود. دقیقاً بله، یعنی وضعیت این، می‌خوام بگم چهره‌هایی که انتخاب شده و میشه همه چهره‌هایی که هم محبوب باشن، هم محترم باشن، هم جذاب باشن، هم یه نوعی کاریزما داشته باشن. حالا حتی احمدی نژاد به هر حال اگر خودش کاریزما نداشت، از این جهت موفق بود که تونست بود کاریزمای رفسنجانی و دیگران رو بشکنه، این خودش جاذبه شده. آقای بنی صدر حتی امروز هم کماکان احترام خمینی رو داره، یعنی مشخصه که به قول معروف از نظر سیاسی در اصل با خمینی اختلاف داره، از نظر ایدئولوژی که کماکان مسلمون تمام و کمال هست، از نظر سیاسی هم که ابتدای انقلاب رو قبول داره. خیلی من از شما متشکرم. اگر موافق باشید ما نه در فاصله طولانی که این بس سررشتش از دست ما و بینندگان در بره در این باب صحبت بکنیم، یک ادامه این مسئله رو همونطور که جناب عالی فرمودید اگر مفید پیدا می‌بینید برای مخاطبان، و یک نکته که خیلی مهم هست شاید به جلسه سومی نیاز داشته باشه، این که میگن انتخابات رو تحریم کنیم. این انتخابات رو تحریم کنیم حرف درستی؟ انتخابات خیلی وقت تحریم شده توسط آحاد ملت، اکثریت ملت، منتها به خاطر جوی که به وجود میاد توسط این گروه، توسط اون گروه، میبینید یه عده کشیده میشن، به خصوص جوان‌ها. غیر از این انتخابات 88 که واقعا یه جمعیت عظیمی رفت شرکت کرد، باقی انتخابات ما چیزی نمیدیدیم از جمعیت که مثلا بخوام واقعا شرکت و مشارکت بکنم. ولی یک نکته مهم هست که من روی این مسئله خیلی فکر کردم و نظر جناب عالی و نظر صاحب نظران بسیار مهم هست. حالا ما بیایم این انتخابات رو تحریم بکنیم سال 1400، این چطور باید نمود پیدا بکنه؟ چون حکومت هم رأی خواهد ساخت، هم جمعیت خواهد ساخت بدون تردید. یعنی نخواهد گفت که ما در این انتخابات شکست خوردیم. قطعا اون چیزی رو که اینا شکست میدونن براش برنامه سازی خواهند کرد. اگر موافق باشید در جلسه آینده در خصوص این مسائل با جناب عالی و اگر دعوت ما رو بپذیرن سایر صاحب نظران گفتگو بکنیم. حتما همینطوره، ولی برای من فکر می‌کنم که ما وظیفه در اون مورد هم که چه بکنیم که حکومت نتونه توسط افراد بی هویتی مثل جواد ظریف بیاد استناد کنه مثلا به جمعیت، یه بحثه. اما اینکه حتی اگه کسانی مردد هستند، قشر خاکستری هم اگر تردید دارن یا اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارن باشون صحبت بکنیم که بدونن انتخابات قبل از اینکه توسط مردم تحریم بشه، توسط جمهوری اسلامی تحریم شده، اصلا چیزی هم انتخابات وجود نداره. این خودش خیلی مهمه. عملا تحریم شده است موضوع انتخابات، فلسفه انتخابات در جمهوری اسلامی. این بحثی هم که امروز کردیم یک یادآوری بود که از روز اول شده. منتها میگم هنر خمینی بوده که تونسته مردم رو دنبال خودش بکشه. این هنر رو داشته، نمیشه تکذیب کرد. ان شاءالله صحبت میکنیم. به هر حال تا خرداد 1400 وقت داریم و در این باب گفتگو خواهیم کرد. این مطلبی بود برای این بحث و خیلی سپاسگزارم از جناب عالی که این برنامه رو هم پایه‌گذارش بودید و هم لطف کردین تشریف آوردین. الان هم اونجا صبح خیلی زود هست. بسیار متشکرم. از شما باز دعوت میکنم که با ما در جلسه بعدی اگر بشه خیلی زود در خدمتون باشیم، همراه باشید. از شما بینندگان عزیز در همین جا خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما و بینندگان مردم. موفق باشید. خیلی ممنون. من متوقف کنم.